آینده ایران در دستان شماست. هدف تشکیل سریع یک سازمان متشکل، هماهنگ و در خور پذیرش و احترام بین‌المللی برای ایجاد محیطی مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان حکومت اسلامی به منظور حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران با اتکا به اصول بنیادین زیر: یک، پاسداری از استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران. دو، جدایی دین از حکومت. سه، پشتیبانی از منشور جهانی حقوق بشر. چهار، برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از انحلال حکومت اسلامی. پنج، مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محلی خود. درود میگم به یکایی که شما بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه سیمای کنگره و درودی گرم به یکایی که مبارزان راه رهایی ایران از چنگال رژیم اشغالگر کشورمون در هر کجای دنیا که هستند و برای آزادی ایران تلاش میکنن، به ویژه همرزمانمون در داخل کشور. بینندگان و شنوندگان گرامی، این برنامه ضمن پخش زنده از شبکه تلویزیونی پارس همزمان از صفحه فیسبوک کنگره و همچنین رادیو نارمک به نشانی www.radionarmak.com نیز به طور زنده پخش میشه و پس از پخش زنده این برنامه روی وبسایت تلویزیونی کنگره به نشانی www.iranlc.tv قرار میگیره. ایران LC مخفف ایران لیبریشن کانگرس هست. همچنین این برنامه از طریق ماهواره در روزهای جمعه ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت ایران برای هموطنان داخل مرز نیز قابل مشاهده هست. علاقمندان به بخش‌های مختلف این برنامه میتونن از طریق وبسایت کنگره به بخش‌های مورد نظرشون دسترسی داشته باشن. خب، برنامه رو آغاز می‌کنیم با این سوال: زمانی که رژیم جمهوری اسلامی سقوط میکنه چه حوادثی در جامعه رخ میده و مردم ممکنه با چه رخدادهایی مواجه بشن؟ قوانین اسلامی که در تناقض با تحولات به وجود اومده هست چی میشه و اساساً دیوان داوری جدید چگونه شکل میگیره؟ در دو هفته گذشته به بخش جدیدی پرداختیم که محتویات اون مورد ابهام میلیون ها ایرانی قرار داره و در این برنامه ویژه به دنبال پاسخهایی برای اونها میگردیم. در این رابطه نشستی داشتیم با آقای دکتر ایمان فروتن، رئیس هیئت مدیره کنگره رهایی ایران، تا ببینیم آیا کنگره رهایی تمهیداتی رو برای اون دوران در نظر گرفته. در برنامه اول ایشون اشاره داشتن به پروژه 100 روز نخست و مقدماتی رو در اون زمینه بیان کردن و در برنامه قبل اشاره داشتن به طرح‌های جامعه امنیتی و برقراری آرامش و امنیت در دوران پس از فروپاشی. به دلیل گستردگی این پروژه و ابعاد مختلف اون،
قرار شد در هر برنامه به سرفصل‌های مهم طرح اشاره‌ای داشته باشن و توضیحات مختصری رو در اون زمینه ارائه کنن. آقای دکتر فروتن، درود به شما، به برنامه سیمای کنگره خوش آمدید. درباره پروژه 100 روز نخست، همونطور که به بینندگان و شنوندگانمون وعده کردیم، در این برنامه به تشریح فصل دیگه‌ای درباره پروژه 100 روز نخست می‌پردازید. با درود به شما بانو صفای گرامی و درود به همه همیهنان عزیزم در سراسر جهان و به خصوص همیهنان دربند درون مرز. هفته گذشته شروع کردیم که در رابطه با بخش‌های مختلف پروژه 100 روز نخست که طراحی شده و داره انجام میگیره، ادامه داره، برای مدیریت دوران گذار توضیحاتی رو خدمتتون بدم. هفته گذشته در رابطه با بخش امنیت صحبت کردیم. امنیت کشور برای جلوگیری هرچه که امکان داره از هرج و مرج فردای روز فروپاشی و یا سرنگونی رژیم. همجوری که صفحه کامپیوتر مشاهده می‌فرمایید، بخش‌های دیگری که در پروژه 100 روز نخست روش کار شده و داره میشه عبارتند از بعد از امنیت، قوانین کشوری، بانک‌ها و موارد مالی، آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی، پیش‌بینی برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دولت، ساختارها و مقامات کلیدی دولتی، واردات، صادرات، بنادر و گمرکات کشور، وزارت دادگستری، رسانه‌ها، کارخانجات، حمل و نقل عمومی، غذا، دارو و سوخت، بودجه ملی، سفارتخانه‌ها و روابط بین‌المللی، قراردادهای کلان دولتی، آموزش و پرورش، روانشناسی جامعه و آشتی ملی، تکنولوژی فناوری اطلاعات، محیط زیست و بهداشت. امروز من می‌خواستم فقط شروع بکنم چند دقیقه در رابطه با مسئله قوانین کشور صحبت بکنم. احتمالاً یکی از مهمترین بخش‌های دوران گذار و فردای فروپاشی بعد از امنیت همیهنانمون و امنیت جانیم، امنیت مالی، امنیت اماکنی که درش هستن، وزارت دادگستری کشور هست و قوانین کشور. شما توجه فرمایید که مثلا قوانین مجازات اسلامی قوانینی هستن که فوری یا باید عوض بشن یا اصلا به کلی هست بشن، برای اینکه در آینده ایران آزاد مجازات اسلامی معنی نداره، و بسیاری قوانین دیگر. من امروز اتفاقا میخواستم که به جای اینکه من در این رابطه صحبت بکنم که تخصصم حقوق و قوانین نیست، ولی به عنوان یکی از اعضای پروژه 100 روز نخست در دو سال گذشته در کنار دوستان بودم، در این بخش برنامه چند دقیقه از صحبت‌های آقای شهاب شباهنگ رو براتون پخش بکنم. آقای شهاب شباهنگ، ایشون سخنگوی کانون حقوقدانان ایران هستند در درون مرز. چند سالی هستش که با ایشون در برنامه‌های مختلف تلویزیونی صحبت کردیم و ایشون تنگاتنگ در کنار 230 و چند نفر از همکارانشون که اکثرا قاضی بوده یا هستن و یا وکیل دادگستری بوده و هستن، این بخش‌های قانونی رو در درون مرز، چون که اینها این عزیزان هستن که قوانین رو لمس می‌کنن و می‌بینن که نتایج قوانین بچه هست، این گروه و این کانون به عهده گرفتن. اجازه بدید که بخشی از صحبت‌های ایشون رو که در یکی از نشست‌های همگانی هموندان کنگره رهایی ایران ایشون صحبت کردن رو پخش کنیم امروز، و باقی صحبت‌های ایشون رو قرار است که در برنامه‌های بعد خورده‌هاش رو بذاریم و یا تمام صحبت‌هاشون رو نیز در بخش تلویزیون کنگره رهایی بذاریم که دوستانی که مایل هستن این صحبت رو بشنون، یا از طریق رجوع به سامانه کنگره رهایی ایران و یا از طریق کانال های تلگرام درون مرز با حجم کمتر بتونن این برنامه رو ببینن. پس من اینجا به شما عزیزان به درود میگم و با هم گوش میدیم به بخشی از صحبت های آقای شهاب شباهنگ، سخنگوی کانون حقوقدانان ایران، از درون مرز.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران. معرفی خوبی فرمودید، من خیلی چیز زیادی باقی نمونده در مورد کانون حقوق‌دانان عرض کنم. در مورد تعداد که فرمودید، بله، در حال حاضر آخرین اطلاع من که مال دو هفته پیش هست 236 نفر عضو داریم که همطور که فرمودید از حقوق‌دانان عمدتاً داخل ایران هستند، 3 نفر در خارج از کشور داریم، الباقی همه در ایران هستند، از قضات بازنشسته یا شاغل، از وکلا به تعداد بسیار زیاد و تعدادی هم از اساتید دانشگاه‌های داخل کشور که در خدمتشون هستیم و تعداد قابل توجهیشون چهره‌های خیلی خیلی شناخته شده‌ای در عرصه حقوق داخلی هستند. در عرصه حقوق بین‌الملل هم ما چهره‌هایی داریم که فعال هستند. عرض کنم که زمینه‌های حقوقی که داریم طبیعتاً به واسطه تعدد و کثرت اعضایی که داریم به گستردگی همون زمینه‌های حقوقی هست. ما از زمینه‌های عرض کنم مثال خانواده، حقوق مدنی، حقوق جزا یا حقوق کیفری، حقوق بین‌الملل، در زمینه‌های مختلفش تخصص‌های مختلف رو داریم و خوشبختانه این آمادگی رو داشتیم و داریم که هر گونه خدمات مشاوره حقوقی رو که دوستان فعال در عرصه‌های سیاسی ممکن مورد نیازشون باشه در اختیار قرار بدیم. در دو محور مشخص کانون حقوق‌دانان ایران تشخیص داد که در همون 100 روز اول یا بعضیاش حتی در هفته اول هم عملی است که تغییراتی رو ما اعمال بکنیم. یعنی هر حکومتی که میاد، حالا جمهوری خواه، سلطنت طلب، مجموعه از این تیپ هاست، همین کنگره ایرانیانه که کار بسیار میمون و مبارکی است و واقعا باید تشویق بشه و خسته نباشید بهتون گفته بشه. به هر حال هر کی میاد و اینجا ابتکار عمل رو در دست میگیره، قطعا در دو زمینه در بخش حقوقی باید توجه داشته باشن که اقدام فوری لازمه. یک، تغییر قوانین هست که این قوانین در جمهوری اسلامی یک بخشیش به خاطر افکار ارتجاعی اسلامی و از نوع عقب مونده ترینش، در واقع از نوع داعشیه به قول دوستان ما، اومده و باعث شده که ما یک مجموعه قوانین بسیار بسیار بدی داشته باشیم که تبعاتش رو در جامعه داریم می‌بینیم. از قوانین کیفری بگیرید که نه تنها جلوی جرم و مجازات رو نمیگیره، بلکه نوع مجازات ها به گونه است که خودش مشوق در واقع ارتکاب جرائم بیشتر میشه. حالا چرا اینطوریه بحث مفصلی است که اجازه بدید من این رو در همین جمله ختمش کنم، اگر کنجکاوی بود من بیشتر توضیح خواهم داد. تا برید قوانینی که ربطی به تفکرات پوسیده و عقب مونده جمهوری اسلامی ضرورتا نداره، بلکه به دلیل بی‌لیاقتی قانونگذاران داخل کشور هست. قوانینی که مثلا فرض بفرمایید، چیزی که البته ما در لیست اولویت ها نذاشتیم، ولی مثلا قانون حفظ نباتات، حفظ گیاهان و نباتات در اراضی شهری، یه چیزی که اصلا هیچ نه رنگ و لعاب سیاسی داره، نه بوی سیاسی، نه هیچ، ولی شما این قانون 6-7 صفحه‌ای رو وقتی میرید میخونید، جلوی یک دهقان میذارید، قاه قاه میخنده به اینکه این قانون چقدر این افراد بی اطلاع از مسائل در واقع نباتات بودن و این قانونی رو گذاشتن که اصلا امکان نداره یک کسی قلمستان داشته باشه و مرتکب جرم نشه در پایان هر 5 سال که میخواد این قلمستانش رو عرض کنم که از توش قلمه بکشه بیرون. یعنی قوانین بی ربطی که بر اساس بی اطلاعی و بی لیاقتی چیزه. به هر حال این طیف وسیعی از تفکر عقب مونده اسلامی حکومتی ایران شروع میشه تا بی لیاقتیشون قوانین رو بسیار بسیار بد کرده متاسفانه. در میون این انبوه قوانین که واقعا بالای 100 تا قانون هست که ضرورت در واقع تغییر خیلی فوری رو دارن، اما از میون اینها ما تشخیصمون بر این بوده که 27 قانون اولویت خیلی خیلی بالا دارن برای تغییر که جناب آقای دکتر فروتن الان روی صفحه علی‌ظاهر دارن نشون میدن. این فهرست قوانین از قانون اساسی شروع میشه تا میره به اون مورد 27م که اونجا داده شده. 15 مورد اول 15 موردی است که به قرمز، به صورت قرمز خدمتتون دادیم. این 15 مورد به زعم ما، به نظر ما، از همین الان قابل تدوینه به گونه ای که فردای فروپاشی به جز بحث قانون اساسی که یک مقدار روند سیاسی رو میطلبه برای اینکه مجلس مؤسسان یا هر نام دیگری برای یک نهادی که این قانون اساسی رو تدوین کنه و به همه پرسی بذاره، غیر از اون الباقی این قوانین میتونه واقعا همون فردای اون روز
در اختیار مجلس قانونگذاری موقت یا کمیته‌های اجرایی یا شورای انقلاب یا اشکال مختلفی که در جهان اتفاق افتاده و دیدیم که اینا میان و یه سری قوانین موقتی رو میذارن، بعداً تصویب نهاییش رو از مجلس منتخب یا نهاد منتخبی که برها قانونگذاری بر عهده‌اش هست خواهند گرفت. ببینید این 15 مورد از همین الان قابل اجراست، اما از مورد 16 تا 27 بنا به دلایل مختلف از الان ما نمیتونیم متنی رو آماده بکنیم برای اینکه فردای اون روز در واقع این تغییرات و تحولات رو در قانون ایجاد کنیم، اما فردای اون روز از همین الان ضوابطی رو میشه فقط تدوین کرد، آموزش هایی رو داد، کما اینکه جزء برنامه ما هست که به صورت کلیپ های آموزشی در مورد این قوانین مطالبی رو عنوان بکنیم که ظرف ماه های آینده امیدوارم آماده بشه در تقدیم حضورتون بشه. از الان میشه موازینی رو تدوین کرد، بر اساس این موازین ظرف 100 روز اول امکان پذیر هست برای اون نهادهای قانونگذاری که این قوانین رو تغییر بدن، اما بنا به دلیل ماهیتی که دارن امکان تغییرش از الان، امکان در واقع ارائه پیشنویسی برای این قوانین از شماره 16 تا 27 وجود نداره بنا به برداشت ما. اما همونطور که عرض کردم در 15 مورد اول این امکان پذیره. ما یک مورد قانون اساسی رو پیشنویسش رو پیشنهادی اعلام کردیم، نسخه سومش رو هم در سالهای گذشته دادیم بیرون. صرف نظر از این که اون ساختار جمهوری یا ساختار پادشاهی و ضمناً خود جمهوری اینکه ریاستی باشه یا اینکه نخست وزیر رو نمیدونم اینها داشته باشه و انواع اقسامی که میدونید که یک طیف وسیع از انواع اینها رو در کتب حقوق اساسی حتما ملاحظه فرمودید وجود داره، حالا صرف نظر از اون بخش که ممکنه سلیقه های بسیار متعددی رو به طلبه و بعداً طبیعتاً دوچار تغییر بشه که هیچ اشکالی هم نداره به نظر ما، الباقی داستان که در واقع مربوط به ساختارهای جمهوری یا پادشاهی و غیر ضرورتاً نیست، مثل روابط قوا، مثل طرز انتخاب قضات، مثل مکانیزم هایی که در واقع مکانیزم های کنترلی برای جلوگیری از ایجاد فساد و تمرکز قدرت و دیکتاتوری هست، این مجموعه ها به نظر ما با هوشمندی و با در واقع دقت کافی در پیشنویس قانون اساسی ارائه شده و در این حال همیشه باز هست به عنوان یک مبنایی که هر چقدر لازمه تغییر داده بشه بسته به نظر ملت و نمایندگان ملت و روش کار بشه. کارهای دیگه‌ای که داریم می‌کنیم در حال حاضر در دست داریم و به زودی به پایان میرسه قانون مجازات اسلامی است، قانون آیین دادرسی کیفریه و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هست که ما به زودی اینها رو تقدیم حضور میکنیم. مرحله بعدی قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون دیوان عدالت اداری که بسیار بسیار ضروریه. حالا من این رو خوب شد چشمم خورد که یه نکته رو عرض بکنم در موردش و الباقی این داستانها رو ما فکر میکنیم که تا قبل از فروپاشی جمهوری اسلامی میتونیم پیشنویس هاش رو بدیم که مبنایی باشه برای اینکه تسریع بکنه تصمیم گیری برای اینکه چه قوانین محاسبه شده و هوشمندانه و دقیقی رو اون مراجع نهایی بتونن مورد تصویب قرار بدن. حالا ضرورت این تغییر این قوانین اونم با این سرعت چیه؟ مثلا همین دیوان عدالت اداری که خدمتتون اشاره کردم، جالبه از 15 میلیون پرونده موجود در گردش در دستگاه قوه قضایی که آمار سال گذشته است، سال 1397، عرض کنم که 1,600,000 تاش مربوط هست به دیوان عدالت اداری. دیوان عدالت اداری کارش رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه‌ها و دوایر دولتیه یا نهادهای عمومی غیر دولتی که مشمول در واقع حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری میشن، مثل وزارت دارایی، مثل اون نهاد عمومی که عرض کردم، مثل شهرداری و موارد اینچنینی. خب شما نگاه بکنید 1,600,000 پرونده ورودی داریم برای دیوان عدالت اداری. چرا اینطوره؟ اشکال از کجاست؟ اشکال به نظر ما در این هست که در قانون دیوان عدالت اداری، من خیلی کوتاه عرض میکنم، ممکنه مجبور بشم از کلماتی استفاده کنم که نیاز به توضیح بیشتر داره، ولی اجازه بدید من به دلیل سرعتی که میخوام داشته باشم و کوتاه مطالب عرض کنم، عرض میکنم اگر جایش مورد نظر بود من بیشتر خواهم شکافت. دیوان عدالت اداری فقط به دعاوی
غیر ترافعی رسیدگی میکنه، یعنی تشخیص میده که مثلا کمیسیون ماده 77، کمیسیون ماده 12، کمیسیون نمیدونم ماده 100 و غیره، اینها آرایی که صادر کردن علیه این ملت بیچاره و بدبخت که می‌خواد یه خونه‌ای بسازه یا هر کار دیگری داشته، آیا اینها درست هست یا نیست، و اگر بگه درست نیست، این رو میگه درست نیست، نقض میکنه اون رأی رو و برمیگردونه به کمیسیون هم ارز. توی یه لوپ بسیار غیر منطقی اینها رو میندازه که نتیجهش این میشه که هر شهروندی که عاقل باشه میره رشوه میده به شهرداری و کار خودشو انجام میده، نمیره شکایت بکنه به دیوان عدالت اداری، مگر اینکه انقدر این فشار رشوه و فشار چیز زیاد باشه که مجبور بشه بره دیوان عدالت اداری، که این مجبور شده ها شدن 1,600,000 تا. فجیعه واقعا. حالا شما کافیه که دیوان عدالت اداری بیاد اجازه داشته باشه اعمال ماده 612 تز قانون مجازات رو بکنه، به معنای اینکه اون کسی که تخلف کرده، کارمند اداره درآمد شهرداری، به شما بابت عوارض پذیره 8 برابر داره ازتون پول درخواست میکنه، اینجا اگر شما رفتید دیوان عدالت هم اون کارمنده رو منفصل از خدمت بکنه، در بار اول تو لوپ نندازه، همین که جبران خسارت شما رو شهرداری مجبور بشه بکنه، و همین که خود دیوان عدالت اداری که تشخیص داده که این حکم غلط بوده همین الان بیاد ترافعی هم بررسی کنه، یعنی اینکه حکم موضوعی بده و به شما بگه نه مبلغ 100 میلیون تومان نباید بدین، 3 میلیون تومان باید بدین. اونجا اگر زرس قاطع و به قول این آخوندا سیف مازی باشه این دیوان عدالت اداری، دیگه تو این لوپ نمیفته که این بره و شهرداری هی مدام بیاد مردم رو اذیت کنه و بشه یکی از منابع اصلی 1,600,000 پرونده‌ای که در دیوان عدالت اداری وجود داره. پس تغییر قانون دیوان عدالت اداری، اون هم در یک ماده و اون هم اعلام این که میتونه این دیوان به دعاوی ترافعی رسیدگی بکنه، این کافیه که جلوی پرونده های ورودی رو، من تضمین میدم بالای 90% این پرونده هاش رو جلوشون رو میگیره. آقای ایمان فروتن، ممنون از اینکه در برنامه سیمای کنگره شرکت کردید و در برنامه های بعدی باز هم شما رو خواهیم داشت. در اینجا بدرود میگم به شما و ازتون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. هم‌میهن گرامی، کنگره رهایی ایران با هدف سازماندهی و تشکل نیروهای مبارز و آزادیخواه برای سرنگونی نظام اشغالگر اسلامی تشکیل و برای این منظور با بهره‌گیری از ساختاری متناسب برای دوران سرنگونی و مدیریت بحران و با همکاری نیروهای متخصص و آزادیخواه می‌کوشد تا به سرنگونی نظام پوسیده جمهوری اسلامی سرعت بخشیده و در جهت گذار از آن در حالی که امنیت مردم و کشور تأمین گردد گام بردارد. در این راه نیازمند کمک و همکاری کلیه نیروهای مترقی و آزادیخواه که دل در گرو میهن دارند می باشیم. با پیوستن و همکاری با کنگره رهایی ایران به آزادی کشور و ملتمان یاری رسانیم. کنگره رهایی ایران. بینندگان و شنوندگان گرامی، گروه تولید ویدیو کلیپ دیگر رو تدارک دیدن که با هم میبینیم. با ما باشید. پسر با پدر گفت روزی چنین، چه کردید با مرز ایران زمین؟ یکی دین گرفتید از تازیان، سپردید کشور به بیگانگان. همه هستی نسل ما باختید، به چنگال ضحاک انداختید. به من از تو زین خاک میراث کو، به جز مرگ و خون حرمت و پاس کو؟ همه خانه داریم و بی خانه ایم، که در خانه خود چو بیگانه ایم. مرا زندگی کردن از یاد رفت، تو را ملک و ناموس برباد رفت.
چهل قرن فرهنگ و آیین ما در آتش شد از دین ننگین ما. چه حس و چه روح و دلی داشتید که دروازه بر دشمن افراشتید. کنون بس ز گلها سر انداختند، هم از موم میهن قفس ساختند. سر عشق بر دار آویختند، به سینه بسی مرگ دل ریختند. شما خیش را عقل کل خوانده اید، ز دیوانگان هم عقب مانده اید. بگیتی چما نیست دیوانه ای که بر سر زند خاک بیگانه ای. نه اما دگر ما چما نیستیم، بدانید ما چون شما نیستیم. نتازند دیگر در این سرزمین، نگیرند ما را نفس بیش از این. که ما یادگاران آهنگریم، مبادان که از حق خود بگذریم. شما آنچه کردید غم بود و درد، بدانید ما آن نخواهیم کرد. بدانید ما دیده خواهیم شست، نیاکان ز تاریخ خواهیم جست. اجازه به کس کی دهیم این زمان، که هندی به کارت در این باستان. وزان پس بتازد به ما روز و شب، شبیخون برآرد وجب تا وجب. ولایت کجا دست باطل دهیم، به فرزند خود نام قاتل دهیم. به آنان که جانی صفت زاده اند، به نابودی اجداد ما داده اند. بسی تن عرب شد در این سال سی، و از این پس نجوییم جز پارسی. نداریم این بار حقی چنان، که نابود سازیم آیندگان. چگونه شویم اندر این غم سهیم، جگرگوشگان را جهنم دهیم. مرا مادرم دوش در گوش گفت، که تا زنده هستی نبایست خفت. به یغما همه هستیت برده اند، و از این بیش ناموست آزرده اند. به ملک تو دشمن نوازی کنند، به نام خدا مرد سازی کنند. رده گفل و زنجیر بر دست و پاست، کنون نازنین خانه شیطان سراست. چون این گر بماند تو را آب و خاک، گریزد ز دستت تن و روح پاک. گلستان سرایت چو زندان شود، در آن حبس و کشتار آسان شود. چنانت بکوبند بر سر همی، نخیزد دگر زین سرا رستمی. از این بوم و برزن یکی آریا، نماند برای نمونه به جا. زمیهن زبان دری برکنند، عرب را کیان تاج بر سر زنند. شبانگه شبیخون به حافظ برند، به جایش امام زاده بس گسترند. ببندند دانشکده بی شمار، مساجد گشایند صدها هزار. همه ثروت ملی خانه را، ببخشند دستان بیگانه را. بسی مهر باطل به آرش کشند، خردخانه ها را به آتش کشند. اگر هوشت از تو گریزان شود، دو صد نسل بعد از تو ویران شود. نهان گردد آیین مهرآوری، ز کشور گریزد همی داوری. پسر را به مادر ستمگر کنند، پدر را چو فرزند پرپر کنند. نشینند زان پس سر هر گذر، به شمشیر تازی برآرند سر. به هر کوچه میدان و منبر زنند، به دستور اللهشان سر زنند. به زودی چنین واعظان لجن، الایران بنامند نام وطن. نگه کن سرا پای ایران زمین، چه آمد سر پرچم راستین. کجا شد سرود خوش آهنگ ما، همه تازیانیست فرهنگ ما. به دلها دگر عشق تعطیل شد، به ما دین بیگانه تحمیل شد. بسی اسمها را ز مذهب زدند، بسی دخت کورش سمیه شدند.
حکومت عرب، شیخ و دولت عرب، بکارند تخم عرب هر وجه. چو خواهی که ماند ز ایران نژاد، سر شیخ بردار باید نهاد. وگرنه چنین بگذرد روزگار، که جایی نماند ز ما یادگار. دریغ است ایران علی ایران شود، ملخ جای بلبل فراوان شود. شما را چنیست اختیاری به جان، نیارید فرزند در این جهان. اگر من در آینده گشتم پدر، گذارم کمانگیر نام پسر. بخوانم به گوش دلش پند خیش، که گوید به نوبه به فرزند خیش. که گر یک به یک تن به تن جان دهیم، از آن به که کشور به دزدان دهیم. بیا دست در دست یاران کنیم، وطن را سراسر گلستان کنیم. با سپاس و درود به آقای مسعود آذر، شاعر خوب کشورمون، که سروده های این چنین زیبا رو در راه رهایی میهن می سرایند. چند روز پیش میخواستم یه نامه رو به نشانی در تهران بفرستم. وقتی در حال نوشتن نشانی بودم، برام مقایسه پیش اومد بین نشانی های پستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی و نشانی در ایران. واقعیتش با پیشرفت تکنولوژی و سیستم‌های مدرن نشانی‌گذاری در جهان، متأسف شدم که کشور ما که روزی با کره جنوبی و ژاپن مقایسه می‌شد، انگار به میمنت جمهوری اسلامی به قرن 18 برگشته و در مدرنیزه کردن یک نکته بی اهمیت و کوچک در روند توسعه شهری عاجز مونده. یکی دو روز بعد در شبکه‌های اجتماعی به یک انیمیشن برخورد کردم که سخنی از تأسف من داشت و گفتم بعد نیست تا با شما نیز به اشتراک بگذارم. این رو با هم ببینیم و برمیگردیم. نیویورک، خیابان 45، بلوک 120، منزل دوشیزه الکسیس، تگزاس. تهران، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، خیابان استاد حسن بنای شمالی، نرسیده به فلکه جانبازان دفاع مقدس، روبروی نونوایی محمد افغانی، جنب مسجد جابر ابن عبدالله انصاری، کوچه شهید جمال الدین حاج میری، جنب فروشگاه لباس زیر زنانه صغرا و خواهران بجز آزیتا، بنبست 18، پلاک 85، طبقه 5، منزل حاج اسماعیل الدین طیفانی زادگان اصل. زنگ خرابه، با سنگ به شیشه بزنید. طنز بود اما از نوع تلخ و تأسف بارش. امروزه در کشورهای پیشرفته دولت‌ها به دنبال راهکارهایی می‌گردند تا در وقت مردم صرفه‌جویی کنند، چون در محاسبات کلان اقتصادی تأثیر بسیار شگرفی داره. مثلا بعضی شهرداری‌ها صاحبان ساختمان‌ها را مجاب می‌کنند که شماره ساختمان رو بزرگ روی ساختمان‌هاشون نصب کنند تا اشخاصی که با اتومبیل به دنبال آدرسی می‌گردند بتونن خیلی سریع‌تر آدرس رو پیدا کنن. و یا میان صدها میلیون دلار خرج میکنن تا فرهنگ رانندگی رو بهبود ببخشن، تا هر راننده در طول روز بتونه مثلا یک دقیقه در وقت خودش صرفه‌جویی کنه. شاید یک دقیقه در دید اول چیزی به نظر نیاد و آدم فکر کنه صدها میلیون دلار برای یک دقیقه. بله، فقط برای یک دقیقه، ولی وقتی این یک دقیقه در سطح کلان محاسبه میشه، مثلا در سطح 50 میلیون نفر، میشه 50 میلیون دقیقه، که در مجموع میشه 833,333 ساعت و وقتی تبدیل به ساعت مفید کاری میشه، به رقم 104,167 روز کاری مفید تبدیل میشه و این یعنی 2,604 هفته کاری و در نتیجه یعنی 50 سال کار مفید یک نفر. که البته طبیعیه که اینها همه در نظر حاکمان جمهوری اسلامی بسیار بی اهمیت و بی ارزش باشه، چون اونها اساساً اقتصاد رو متعلق به انسان نمیدونن. بگذاریم. بینندگان گرامی، نوبت برنامه نگاه دوم رسیده. با ما باشید.
آشنایی نزدیک با کشورها، ملت‌های دیگه و نگرشی بر شیوه و نوع زندگی اونها میتونه تأثیر بسزایی در افزایش آگاهی و اطلاعات ما نسبت به دیگر جوامع، ملت‌ها و فرهنگ‌ها داشته باشه و خواه‌ناخواه مقایسه‌ای در ذهن ما شکل می‌گیره و ما رو با نقاط ضعف و قوت خودمون روبرو می‌کنه. درک عمیق‌تری از موقعیت و جایگاه ما در دنیای کنونی. همکاران من در گروه تولید سعی می‌کنند تا با تهیه گزارش‌هایی از روزمرگی در کشورهای مختلف این تفاوت‌ها رو برای ما به تصویر بکشن. این هفته همکارم سلیمی از سوئد گزارشی رو فرستادن که با هم می‌بینیم. درود به بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه سیمای کنگره. این تصاویری که ملاحظه میکنید مربوط به مدارس کشور سوئده. اینجا یکی از مدارس آموزش ابتدایی در سوئد هست. قوانین سوئد اجازه نمیده که از کودکان در مدارس فیلم برداری بشه. به همین دلیل ما در زمانی که مدرسه تعطیل شده بود برای فیلم برداری اومدیم. اینجا سالن غذاخوری کودکان هست. در حالی که کودکان ما در مناطق محروم روی زمین در خرابه ها درس میخونن، این کودکان با بهترین ابزار و وسایل آموزشی به فراگیری و تحصیل مشغولن. اینجا یکی از دانشگاهی استکهلمه و با نمایش این ویدیو خواستیم شما را با حال و هوای دانشگاه‌های اینجا آشنا کنیم تا با نظام آموزشی جمهوری اسلامی مقایسه کنید. پسرها در کنار هم به تحصیل مشغولن بدون اینکه کسی به کسی آسیب برسونه.
کنار هم تحصیل میکنن و برای خود و کشورشون یک آینده روشن رو ترسیم میکنن. سوئد، سومین کشور بزرگ اروپا با جمعیتی حدود 10 میلیون نفر. استکهلم، سبزترین شهر اروپایی، به حدی که لقب جنگ سبز اروپا رو از طرف اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده. این بدین معناست که این پایتخت یکی از تمیزترین شهرها در سراسر جهانه که نمونه از زندگی واقعی پایدار رو به ما میده. به طور مثال این اتوبوس‌ها به جای بنزین و یا گازوئیل از متان‌های استخراج شده از فاضلاب به عنوان سوخت استفاده می‌کنن و تقریباً 90% زباله‌های شهری بازیافت میشن. گفته میشه سوئد به طور کلی تا سال 2050 استفاده از سوخت‌های فسیلی رو متوقف می‌کنه. اما به دلیل مدیریت کشور که دست افراد لایق و شایسته هست، این کشور که نظام پادشاهی پارلمانی داره جزو کشورهای مترقی و پیشرفته دنیا محسوب میشه. دقیقا مثل حکومت ایران. با یک نگاهی به ترکیب دولت به راحتی متوجه این موضوع میشیم که به واقع هیچ گونه تبعیض جنسیتی در این کشور وجود نداره. همینطور که ملاحظه میکنید از 23 وزیر در کابینه 12 نفر از اونها خانم هستند. این کشور برای حقوق کودکان، زنان و محیط زیست اهمیت ویژه قائله. حالا یه نگاهی هم به ترکیب دولت تدبیر و امید بندازیم. عجب، دولتی که خودش رو دموکرات ترین دولت جهان مینامه. بگذاریم، سوئد از نظر نوآوری در جهان مقام اول رو داره. این در حالی است که تا 100 سال پیش فقیرترین کشور اروپایی بود. اما با داشتن دولتی دلسوز و کارآمد، یک جبهه سیاسی دموکرات و باثبات، نظام آموزش و پرورش با استانداردی بالا و ترویج ایده های خلاق موجب شد تا شرکت های موفق رو در عرصه اقتصاد بین المللی پرورش بده. شرکت های مثل آسترازنکا، آبسولوت، الکترولوکس، سکایپ، اسپاتیفای، آیکیا، H&M، ولوو. بعد نیست بدونید که مالک کمپانی H&M آقای استفان پرسون یکی از ثروتمندترین مردان سوئد با سرمایه معادل 16 میلیارد و 400 میلیون دلار. یا آیکیا که سودآورترین شرکت مبلمان خانگی در جهان است که فقط در سال 2016 بالغ بر 35 میلیارد دلار درآمد داشت. سوئد با وجودی که خود یکی از تولید کنندگان مشروبات الکلی بزرگ در دنیا است و ودکای آبسولوت اون شهرت جهانی داره، اما مقررات شدیدی برای استفاده از الکل توسط دولت اجرا میشه. به طور مثال فروشگاه‌های مشروب فروشی فقط به جوانان بالای 20 سال مشروب میفروشن و استفاده مشروب در خیابان‌ها و اماکن عمومی ممنوعه. لازمه بدونید تنبیه بدنی کودکان تحت هر شرایطی ممنوعه و منجر به این خواهد شد که سرپرستی بچه را از شما بگیرد. لیلی ملکی و زهرا خوشنواز رو یادتونه؟ سحر خدایاری چطور؟ همون دختر آبی رو میگم که گناهش فقط حضور و تماشای بازی فوتبال بود. و اما در سوئد، فوتبال بانوان سوئد هم در سطح جهانی قرار داره. در سال 2016 قهرمان دوم جهان شد. این در حالیه که بیش از 40 میلیون جمعیت ایران رو که بانوان تشکیل میدن هنوز با این همه فشار از سوی فیفا نمیتونن در استادیوم ها حضور درست و حسابی داشته باشن، چه برسه به رفتن به بازی های جهانی. Thank you.
در پایان میتونیم آرزو کنیم که روزی کشور ثروتمند و پهناور ایران همانند کشور کوچک و بیچیز سوئد با یک مدیریت لایق صاحب همه آن چیزی بشه که شایستگی و لیاقتش رو داره. با امید اون روز. همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بی‌تفاوتی، تغییر در کیفیت مبارزات، شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراثی برای آینده فرزندان ایران است. همکاری و کمک‌های کوچک شما نتیجه بزرگ خواهد داشت. هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی. کنگره رهایی ایران. قابل توجه سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید، هما از کلیه تشکل‌های سیاسی که در پی حذف کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشند و به یک پارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران، پرچم سرنگ مزین به شیر خورشید، تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایبند می باشند، دعوت می نماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت www.homairan.com مراجعه نمایید. همگرایی ملی ایرانیان، هما. بینندگان و شنوندگان گرامی، در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. صمیمانه از شما سپاسگزاریم که به تماشای این برنامه نشستید. نقطه نظرات شما برای پیشرفت کار ما اهمیت ویژه‌ای داره. از این رو تقاضا میکنیم ما رو با نظرات خودتون یاری کنید. شما میتونید از طریق ایمیل info@iranlc.tv با ما در ارتباط باشید. با سپاسی دوباره، تا دیداری دیگر، خردیارتان.